مرگ مرموز کل شبکه افتراد و توجکستان و ستوره سابق شبکه تلویزیونی باورستان و سفینه فریدون خیرالله‌زاده در سن امگی 28 سر و صداهای گوناگون را به وجود آورده است. از جمله در شبکه اجتماعی چندی نفر نوشتند که فریدون با مرگ خود نفهمیده است بلکه خودکشی کرده است. شاعر و خبرنگار و راوی شناخته توجک آرزو ایسو نیز در فیسبوک نوشت شنیدم فریدون خودکشی کرده است، که آیا که ها او را تو به این ورطه آورده رسانیدند؟ مطمئنم مقامات قدرتی به این مسئله رفشنی می اندازند. آرزو ایسو در این باره که آیا که ها فریدون را به این حال رسانیدند که قصد جان خود کرد یگان تفصیلات نداده است، ولی در میدان بحث زیر این هزار نظرش دیگر باره اظهار امید کرده است که مقامات حفظ حقوق این قضیه را موشکافانه تحقیق و گناهگاران را معاین خواهند کرد. برخی آرزو ایسو را برای موضوع خودکشی کردن فریدون خیرالله‌زاده را برداشتنش مذمت کرده نوشتند شاید رسانه‌ای کردن این پهلوی مسئله به نزدیکان مرحوم خوش نآید و به بالای زخمشان نمک بپاشد، ولی آرزو ایسوی پاسخ داده است که برعکس باید همین قضیه نیز همه جانبه تحقیق شود. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیو آزادی گفته است از مرگ فریدون از طریق شبکه های اجتماعی خبردار شده است و اگر خودکشی باشد سبب و عاملهایش را معلوم خواهند کرد. و اما زلیخا توشه و یکی از نزدیکان مرحوم که برای ودا به منزل والدان فریدون به کوچه نورالله هویدالله فشار دوشنبه آمده بود، سر و صداها درباره خودکشی او را بی‌اساس خوانده، به خبرنگاران گفته است گفتند از بیماری دل شده است. فهمیدیم که دیروز در یک معرکه توی بوده است. آزادی خبر داد که مادر فریدون خیرالله‌زاده در روسیه بوده است و از بس که او در را به دوشنبه قرار داشت مراسم نماز جنازه پسر جوانمرگش را تا ساعت 7 بیگاه 12 آگوست با تاخیر گذاشتند تا که مادر بار آخر روی جگربندش رو دیده تواند. طور پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داد فریدون خیرالله‌زاده ژورنالیست جوان توجک و مدیر کل شبکه افتراجی توجکستان صبح 12 آگوست در سن 28 از عالم چشم پوشید. چندی از دوستان و همکاران فریدون خبر دادند که همگی چند ساعت پیش از مرگش شام 11 آگوست او در افیر بود و در افتراجی برنامه می برد. به همان شور و هیجان همیشگی که داشت برنامه رو پیش می برد و یگان علامت دیده نمی شد که مریض است. کسی گمان هم نمی برد که بعد چند ساعت خبری مرگش همه ما رو غرق ماتم می کند. گفت در صحبت با پایگاه خبری بامداد یکی از دوستان فریدون خیرالله‌زاده فریدون منصور 22 اپریل سال 1994 در شهر وحدت به دنیا آمده رشته اقتصادی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه رو ختم کرده بود. همگی 11 سال داشت که برنامه های بامدادی رو در شبکه تلویزیونی کودکان باورستان پیش می برد. سال 2009 وقتی که امگی 15 سال داشت الکای باعث مجری برنامه های بامدادی شبکه تلویزیونی سفینه به کار سر کرد. فریدون بعدن در رادیوی وطن چندین برنامه رو پیش می برد. سال 2018 باعث مدیر رادیوی امصدا به کار سر کرد. اخیراً فریدون خیرالله‌زاده باعث مدیر کل به افترادیو تاجیکستان گذشت. فریدون در برابر رهبری به کار افترادیو چند برنامه رو در این شبکه رادیو باعث مجری پیش می برد و همچنین باعث مجری در تویهای مردم و شبنشینی های شرکت ها و کارخانه ها نیز خدمت می کرد. فریدون خیرالله‌زاده سال 2017 صاحب جایزه بهترین بلاگر تاجیکستان شده بود. فریدون خیرالله‌زاده در شبکه های اجتماعی نیز خیلی فعال بود و در وردپرس نیز بلاگ خود رو داشت. از صحیفه هایش برمی آد که فریدون در سر آرزو و نقشه های زیاد داشت و هیچ گمان نداشت که در سن همگی 28 جوان مرگ می شود. صدها نفر از مرگ این ژورنالیست در چنین سن جوان اظهار اندوه کرده برایش آخرت آباد آرزو کردند. یکی از دوستانش در سوگ فریدون این دو بیتی مشهور را کشته است: فلک ما را نکش، ما نوجوانیم، نشودی دیدیم، نشود مانیم، برو از کوچه پیران گذر کن، اگر نوبت رسید ما خود روانیم.